اینجا چی کار داری؟ آدمات هر کاری رو که می‌خواستی برات انجام بدن همه رو مو به مو انجام دادن. دیگه چی می‌خوای؟ شنیدم که اون یه تیکه زمینی که به درسی داره نمی‌خوای بفروشی. بله می‌خوام نگهش دارم. من اون رو اون دنده نندازا. ببین کی بهت گفتم. تا فردا وقت داری. ببین اگه یه روز از زندگی مونده باشه تمام این کارات رو سر تلافی میکنم. اگه خودم هم نتونم اون خدایی که اون بالا نشسته حق منو ازت میگیره. تقاصشو پس میدی. تا فردا وقت داری. آقا زهری بفهمه نسرین و پلیسا بردن. پلیسا برده؟ آره. کجا؟ نمیدونم. شما که صبح یه توکپا اومده بودی راپورت این دختره رو بدی. خب یه کلام میگفتی که بچه محمد و لیلا خانم هم زنت برده. خب الان کجاست؟ یه راه دیگه وجود داره. چرایی؟ اینکه خود دختره بره بگه که من دروغ گفتم. چه میدونم فراموشی گرفته بوده خودش بچه رو داده دست زن تو. سلام علیکم لیلا خانم. لیلا خانم. لیلا خانم من نیومدم حرفای گذشته رو بزنم. یه دقیقه به حرف من گوش کنین. من اومدم تقاص کاری که کردم پس بدم. تو خدا این درو واکنی. غلط کردم. هر جوری شما بگین من جبران میکنم. اگه واقعا زنت برات مهمه حق و حقوق کتی رو آماده کن بیا بهش بده. اون وقت منم میرم رضایت میدم زنت بیاد بیرون. سلام. سلام. راشی من از طرف آقا شایان اومدم باهاتون صحبت کنم راجع به این زمین برای قرار محضرش. باشه خبرتون بکنم. این کارت منه. باشه خدا بس. خیلی من جور روابط بذار. یا من خوبا فی عهدهی و فی خداوند هرگز در قولی که میدهد بد عهدی نمی کنه. اتفاق افتاده خواهرم. میدونم که فکر میکنید کارایی که من میکنم کارای خوبی نیست. ولی فکر میکنم به جای اینکه پشت سر هم دیگه حرف بزنیم اگه با صداقت و صراحت با هم حرف بزنیم خیلی بهتره. شاید توی این روزا چیزایی دیده باشین یا شنیده باشین که فکر کنید من خطایی کردم. ولی الان میخوام بگم که چی شد. اون روز که من از خونه آقا لطیف اومدم بیرون اون بنده خدا اصلا خونه نبود. من رفته بودم اونجا با یه خانومی کار داشتم به اسم کتایون. همون خانومی که اومده بود حق و حقوق باباشو بگیره و الان گوشه یه زندونه. میخوام بگم که من اصلا از گذشته خودم پشیمون نیستم. یعنی کاری نکردم که بخوام پشیمون باشم. از نظر من عفت هیچ تغییری نکرده. فقط انتخابی که برای ارائهش داشتم فرق کرده. ما به این حرفایی که شما میزنی کاری نداریم. حداقل از اون چادری که سرت کردی خجالت بکش. من به زور کسی اینو سرم نکردم. به قول محمد حرمت این چادر به وجود منه نه چیز دیگه. من حاضرم از این زمینی هم که برام مونده بگذرم تا این اتفاقا تموم بشه. اینا رو گفتم که بدونید از این به بعد هر حرفی راجع به من شنیدین یا اگه چیزی از من دیدین بیاین به خودم بگین. به جای اینکه پشت سرم حرف بزنین. به جای اینکه با نگاهاتون آزارم بدین. لیلا 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 جان ایفا کجایی با شما؟ سلام علیکم لیلا خانم. سلام. این خدمت شما وکالتنامه سدونگ اون مسئله فروشی که رسید صد میلیونی به نام خود کتی خانمه. حالا راضی شدین لیلا خانم؟ والله اینو سخت تونستم جور کنم. اشکالی نداره معامله این زمین بیشتر از این پیدا میکنم. انشاءالله. خداحافظ. شما به من حق میدید که یک کلمه از حرفاتون رو من باور نکنم. الان مگه قرار نیست حرفای من رو شما بنویسین؟ چرا؟ اما با این حرفایی که شما میگید تمام ماجرای دزدیده شدن بچه مربوط به حواس پرتی و قرصای اشتباهیه که شما خوردین. استرس و استراب داشتین برای همینم یادتون رفته که بچه رو سپردین به نسرین خانم. بله
درست. اون وقت تمام حرفایی که نسرین خانم در سلامت عقل علیه خودش به شریف خانم گفته همش غلطه. من نمیدونم ایشون چی گفته، ولی مطمئنم از دست همسرشون عصبانی بودن، یه حرفایی زدن که به ضرر خودشون تموم شده. بله. الان این اظهارات من به عنوان سند اینجا ثبت میشه دیگه، درسته؟ بله. بعد تکلیف نسرین خانم چی میشه؟ والا نمیدونم، من که گیج شدم. اما با این حرفایی که شما زدید فکر نکنم تبرئه شدنش کار سختی باشه. لیلا خانم. ببخشید لیلا خانم، چی شد؟ هیچی، کاری که بعد انجام میدادم و انجام دادم، ولی نه به خاطر شما، به خاطر اون دختر بدبخت. میرسونم تو. سلام استاد. سلام استاد. چه خبر؟ مزر رفتی؟ راستی رفتی؟ استاد. آه. چی میگم استاد؟ چی بگم؟ رفتی یا نه؟ رفتم، اون کاری که شما خواستین انجام دادم. وای کردم. مدارک، قولنامه، سند، بنچاق، همه رو بردم تحویل منظر دادم. ولی چی؟ این زمین رو صبح قولنامه کردن اوستا. قولنامه کردن؟ آره اوستا، قولنامهش کردن. چی قولنامه کردن؟ غریبه است، آشنانی، تهرونی هم فکر کنم. تحتوشو در آوردم، وکیلش هم اومده بود اونجا. این هر کی بوده بیشتر از شما و شریکت پول داده اون زمین رو خریده اوستا. مطمئنه؟ بله اوستا. نشنفتی؟ خب معلومه کیه دیگه اوستا. همونایی که همون بانچاق و سند و مداری که ما داشتیم اونا هم داشتن. من تا رفتم معذر تحویل بدم اونا صبح زود تحویل داده بودم. معذر داره بهم گفت که این زمین رو صبح برنامه کردن تمام شده رفته. مطمئنی اوستا؟ بله اوستا. خیال راحت. من دور زدم. من برم اینو میخ خبرهایی سلام لیلی خانم. سلام. تماس گرفته بودین در خدمتم. آره خواستم بیاین اینجا، یه سری اسناد و مدارکی که مربوط به کتی میشه. گفتم اینا پیش شما باشه، از شما قابل اطمینان تر، برای کتی الان کسی رو سراغ ندارم. پیش شما باشه امن‌تره. این سند مسائل فروشیه. اینم یه سری اسناد و مدارکی که پدرش و حق و حقوق باباش. اینم یه دفترچه حساب 100 میلیون تومان پول توشه که فقط خودش میتونه برداشت کنه. اینجوری وقتی اومد بیرون دیگه مجبور نیست کاری رو بکنه که دوست نداشته باشه. اون حساب کتابا و اون چیزاش هم با زرین دیگه باشه به عهده خودش. این تمام حق و حقوقیه که من تونستم براش بگیرم. دیگه کاری بیشتر از این براش از دستم بر نمی اومد. میتونم حد بزنم چه اتفاقی افتاده؟ سر آزادی زنش باش معامله کردیم نه؟ با اون نامرد؟ لیلا خانم، حرفای دیشب شما تو مسجد سنگو به لرزه می آورد. محمد نیست، ولی خدا رو شکر بو و حالا هفاش هنوز تین کوچه هست. ولی لیلی خانم شما الان خودتون اون یه تیکه زمینی که مونده کفاف زندگی من و بچه همو میده. شما که اون دختر و برادرش رو دیدین، بیشتر از ما به کمک احتیاج دارن. فقط حواستون بهش باش. چشم. البته الان من رو راه نمیدم برم ببینمشون. میگم ملاقات فقط برای اقوام درجه یکه. احباب درجه کم که فقط دعاششه که بعضش رو میدونی شما، ولی شش حواسم هست. شما راهش رو پیدا میکنی. با اجازت. فقط آقا لطیف، یه کار دیگه هم باهاتون داشتم. من باید برم بیرون، یه کار واجبی دارم که باید حتما امروز انجامش بدم. محمدم تو خوابیده، نمیخوام بیدارش کنم. میتونین شما پیشش بمونین تا من برگردم؟ تا شبم طول کشید، نگران نباشین. من از خدا هم پیش محمد باشم. خیلی ممنون. بفرمایید. با اجازه.
پسر بلا بوده، خوشگله خوشگله بوده، این ازل عموش بوده. نگاه کن خودتو، چه خوشگله، چه نیازه، چه قشنگ. سلام علیکم. سلام. چیزی شده؟ نه. لیلا خانم محمد، الان میام دستامو بشورم میام میگیرمش. قبلا مقتول رو میشناختین؟ بله، تو این چند وقت گذشته به خاطر یه سری اختلافات پرونده شکایتی داشتن. اختلاف؟ با کی؟ میدونستم اختلافشون ختم به خیر نمیشه، اما دیگه فکر نمیکردم دیگه ختم به خون بشه. البته به نظر من اگه شما هم با خدمتکار منزل صحبت کنید بد نیست. بفرمایید خدمتکار بیان. جناب سران، بگید عمو حسین بیاد. بله قربان. سلام خانم مشتاقی. سلام. شما احضار شدید به پلیس آگاهی. چرا؟ در خصوص پرونده قتل آقای شایان. به چی میخندی؟ به عجیب بودن سرنوشتم. تا میره یه مشکلی تموم بشه یه موضوع جدیدی درست میشه. موضوع جدید اینه که غیر از چیزایی که شما تعریف کردین یه اظهاراتی هم کارگر خونه شایان گفته. اون دیده با چه ترس و هول و بلایی از خونه اومدین بیرون. شما جای من بودین چی کار میکردین؟ من خیلی سال شایانو میشناسم. فکر کنیم یه ها رفتم اونجا، تو اون شرایط میبینمش، ترسیدم، فرار کردم. بالاخره همه شواهد علیه شماست. چند نفری دیدن و شنیدن که جلوی امامزاده بلند بلند شایانو تهدید به مرگ کردیم. بالاخره این پرونده دیگه در اختیار آگاهیه. ما فقط اقدامات اولیه رو انجام دادیم. پس با اجازتون منتقلش میکنیم به پلیس آگاهی. بفرمایید. ببینیش. سلام آج خانم. سلام آج آقا. چی شد؟ دیگه کاری از دست من بر نمیاد آجی. در اختیار آگاهیه. همه شواهدم ظاهرن بر علیهشه. اثر انگشت و یه سری چیزای دیگه. کی باورش میشه؟ دیگه توی این محل باید همه چی رو باور کرد. همه دیدن که در خونه تهدیدش کرده. در ضمن نسرین خانم هم امروز فردا آزاد میشه. آخه چطوری آزاد میشه؟ کتی خانم، کتی خانم،
ولتی مرتضی جونم دادشی چطوری؟ های دلم بر تنگ شده به چجوری اومدی؟ راه نمیدن که فقط اقوام درجه یک منم که درجه یک نیستم میگم نگران دعاشتو نباشه 50 نفر رو دیدم 5 نفر رو زامن کردم رازشون کردم پیش خودم نگهش میدارم نمیدونم چی بگم آقا لطیف امیدوارم بتونم جبران کنم فقط براتون کتی خانم باورتون نمیشه این سند این مدرک این بنچاخ اینم دفترچه حساب حق خودتو دعاشتو بابای خدا بیامرزت دیگه پولم داری لیلا گرفته ازش لیلا گرفته بفرمایید خانم بفرمایید اینا امانت دست مرتضاست نگران هیچ چی نباش برو بریم دلم میخواد دل دارید بدم ولی نمیدونم آخر کار خودم چی میشه اولین بارم نبود رفتم اتاق بازپرس آخرش چی شد؟ همون چیزی که فکر میکردم لیلا تو اینجا چیکار میکنی؟ میدم بایستا بایستا اینجا داره لیل کن بیا دست دارم بایستا بایستا خوش برو بلا برو برو بیدم برو برو چه کار داری؟ برو کارت دارم اینجا برو نگو آجی زرین دست دارم بکن برو جلو برو چه کار کردم اگه؟ بیبی منو میفشی آدم فروش بی چشم رو منه دوزار درشایی رفتی منه دور دادی با اونا ساخت و پاک کردی بی شرف سبکن آجی سبکن برای توضیح میدم فرق من و تو چی؟ من و تو جفته و سر و پایی کرد بود خفش ها خود تو با من مقایسه نکن تو کجا شبیه منه؟ آجی به خدا تهدیدم کردن بهم گفتن اگه نهی با ما همکاری نکنی بینیم لطف میدیم یعنی جفتمون رو لو میدادن هم من و هم شما رو منم به فکر زندگی شما بودم برای اینکه برات مشکلی پیش نیاد رفتم باهاشون همکاری کردم تو فکر زندگی من بودی من زندگی دارم زندگیم هست و نیست شد به من چه آجی تو باید چه شده باز میکردی تو باید میفهمیدی اینا چه شد ازداییه خفشا ببین من یه حرف سرم نمیشه رفتم تحتوشو در بردم تو وکالتی معاملی کردی فردا صبحم بلند میشی میری دبه میکنی میفهمی که چون تا 10 روز میتونی بری دبه کنی معامله رو به هم بزنی فردا صبح اول وقت میری میگه آقا من زمینم نمیفروشم فهمیدی آقا شایان چی آجی اونا چه کار کنیم چی کار آقا شایان داری آقا شایان تموم شو انقدر خون به دل اون دختره کرد که فرستاد سینه قبرستون دیگه هم اسم شایان نمیاره چی میشه فهمیدی فردا صبحم بلند میشی میری منظر معامله رو فصل میکنی من مشتری دست به نقد دارم میفهمی پول تو رم میدم آخه پول چی آجی من هر چی پول سر معامله زمین گرفتم دو دستی دادم به شایان باید پول باشه بدم به طرف که تو معامله رو فصل کنم پول دادی به شایان کامشا آجی آقا این همه ازش دفاع کردی پشتش وایسادی ما به حرمت حرف شما گفتیم که ایشالله چیزی نیست اما این دفعه فرق میکنه آجی جون چی رو میخوای لاپوشونی کنی؟ قتلو؟ بسر جان این آقا باباته کاسب محله کاسب هم باید انصاف داشته باشه هنوز که چیزی ثابت نشده آجی جون طرف قتل کرده آدم کشته از اولش هم معلومه این دختر جنسی محلیست اون وقت شما سرکوفت همین دختره رو به ما میزدی آخرش هم تو زرد از آب در اومد بنده خدا آج زرین میگفتا شما گفتی نسناس و ناحق میگه و از این حرفا ساده گیره ورده آجی رو خامش کرده بنده خدا رو آخرش هم معلوم شد حق با آج زرین خودمون بود آجی ما تیم مرد قتل آدم کشی نداشتیم که اونم به مرمت دردونه شما اونم پیدا شد آقا جون اگه این آج سیف‌الدینه اینم یه جوری توجیهش میکنه بیا بریم من دیگه نمیدونم بعد چی بگم لیلا جون هرچی هم که بگم نمیتونه کارایی رو که باید کردم توجیه کنه
ولی میخوام اینو بدونی به خدا من قصدم اذیت کردن تو و بچت نبود. الانم که نمیدونم چی میشه. من که از اول بختم سیاه بود. نگران نباش. اونا باید کاری ندارن. ولی اونا میدونن که کار من بوده. مسئولیتشو خودم گردن گرفتم. چی کار کردی؟ رفتم گفتم خودم بچه رو دادم به نظری. تا فردا آزادت میکنم. فقط یادت باشه خودت هم همینو بگی. چی داری میگی لیلا؟ یعنی الان به خاطر اینه که اینجایی؟ خدا آقا جو میخواد یه کاری کنه اما هیچ کاری هم از دستش بر نمیاد. حالا چه دیگه از دستش که بر نمیاد؟ مامان جان خب خویه این حالتش من خیلی خوب میدونم. بخور مامان جان بخور بخور عزیزم. بچه هم فهمیده مامانش نیست همش بیتابی میکنه. بخور قربونت برم. خب دیگه چه کنیم همینه دیگه مادر. باید کنار بیاییم چاره نیست. انشالله درست میشه. بخور مادر. بخور قربونتو برم. اینایی که داری میگی یعنی چی لیلا جانم؟ واقعا همین مونده بود که این قتل به ام نشست. پس اینطور که تو داری میگی کی شایان کشته؟ نمیدونم. رفتم اونجا راجع به اون زمین باش حرف بزنم. بگم دست از سر من و بچه هم برداره. میخوام اون زمین رو نگه دارم. دیدم اونجا افتاده غرق خون بود. ترسیدم فرار کردم. آدم ها همیشه فکر میکنن مشکل خودشون از همه بزرگتره. هیچکی نمیدونه تو دل یکی دیگه چه خبره. حلالم کن. به خاطر کارایی که باد کردم ازت معذرت میخوام. تو رو خدا منو ببخش. دیگه مگه واسه همین نیومدی اینجا؟ آره ولی چه جوری؟ به اونش دیگه کاری نداشته باش. ببین لیلا اگه نگی من تا آخر عمرم احساس میکنم تسویه حساب نکردم. با اون مردی که جون به اسرائیل میده
از جونش بگذره از مالش نمیگذره. چجوری او این همه پولو داده به تو؟ چجوری؟ اینکه نسرین اینجا بود نگرانش میکرد. نه من باور نمیکنم. دلو به من بگو. من اینو باور نمیکنم. اون واسه هیچکی تره خورد نمیکنه. چه برسه نسرین؟ تفلک نسرین همه عمرش گذاش با این مرد که واسه نسرین نگران نمیشه. آره نگران نسرین نیست، اون نگران خودشه. میترسید نسرین راجع به اون زمین حرفی بزنه، برای همین حاضر شد سند اون مساله فروشی و اون همه پولو بده به تو. پس تو واسه چی این کارو کردی؟ واسه چی نسرین رو تبرئه کردی؟ اگه نسرین میموند میتونست دوز و کلک‌های زرین و قضیه زمین و همه اینا رو به پلیس بگه. اون وقت تو به حق و حقوقت نمیرسیدی. آخه عزیز دل من، اینجوری تو به زمینت نمیرسی. الان تو همینجایی. خدا بزرگم، محمد همیشه سر دلش با خدا معامله میکرد. منم دوست داشتم اینجوری باشم، ولی سخته. نسرین آهنگرم. ببینین پرونده تو آگاهیه، شما باید از اون طریق اقدام کنید. هنوزم در حال بررسیه. جناب سرگرد، ما الان میخواییم جنازه رو تحویل بگیریم، چیکار باید بکنیم؟ عرض کردم خدمتتون که زوده، بعد از تحقیقات اولیه و تکمیل پرونده بازپرس دستور میده میرید جنازه رو تحویل میگیرید. بله اونو که من یه لحظه اجازه ببخشید، شایان اینجا کسی رو نداشت، همه خانوادهش خارج از کشورن. مگه میخواین جنازه رو ببرید خارج از ایران؟ نه همینجا دفنش میکنیم. اون بنده خدا غیر از ما کسی رو اینجا نداشت. میتونم یه سوالی ازتون بپرسم؟ بفرمایید. شما براتون مهم نیست که برادر زادتون توی ماجرا گرفتاره و اون تو گیره؟ چرا مهم نیست؟ اون تو اول باید جنازه رو تحویل بگیریم، کاراشو انجام بدیم، بعد انشالله خودم میرم دنبال گرفتن رضایت. به هر حال هنوز چیزی معلوم نیست، ایشون فقط متهم به قتل هستن نه مجرم. با شناختی هم که من این یه ساله ازشون پیدا کردم بعید میدونم کاری ایشون باشه. سلام آجاقا. سلام، بیا بالا. نه خیلی ممنون، من خودم میرم، شما بفرمایی. سوار شو. به خدا روم نمیشه تو صورت شما حاج خانم نگاه کنم، از سرو همه تون خجالت زدم، حتی پام نمیره برم خونه خودم. این حرفا چیه که میزنی؟ سوار شو، حالتو میفهمم، میدونم چی میخوای بگی. بیا بریم خونه ما، بشین با حاج خانم حرفاتو بزن. آخه سر قضیه لیلا، اتفاقا بچه لیلا خونه ماست، اصلا میخوای ببینیش؟ سوارشو بریم. باشه چشم. دوست ندارم برم خونه. بالاخره چی؟ اون شوهرته. دلم نمیخواد تو اون خونه باشم. نه حرمتی دارم نه ارزشی، پس خونه ای هم ندارم.
حالا هم پوستم کلوف بوده که تونستم دووم بیارم. اصلا دلم نمیخواد باش حرف بزنم، چه برسه به اینکه ریختشو ببینم. این حرفا رو نزن مادر من، اینجا خونه خودتی، هر چقدر بخوای بمونی قدم سر چشم، اما نمیخوای بری خونت که سنگاتو باش وا بکنی؟ آره دیگه. نمیدونم آج خانم، نمیدونم. بله. خب نسرین جون همینطوری ولت کردن؟ همینطوری که نه. ها. نمیدونم لیلا اومد یه چیزایی گفت که نفهمیدم چی بود. پلیسم گفت اشتباه شده، بعدم آزادم کردن اومدم. الهی شکر. الهی شکر. بشین مرد یه چایی بیارم. نه قربونت. آقا زرین اومد. من میرم. نه حالا بودی؟ قربونت برم، مرسی. ببین بعد از کلی وقت اومدی میخواد ببیندت، کلی حرف باد داره، من میرم بهتره. خدا حافظه. قربونت برم. خدا حافظ. سلام علیکم آقا زرین. حالتون چطور؟ خوب هستی؟ حالتون خوبه؟ چشمتون روشن باشه. ممنون. هر چی بوده دیگه تموم شده، اتفاقی که نباید می افتاده افتاده، شده دیهشونو میدم، رضایتشونو میگیرم. چرا واقعا فکر کردین کار من بوده؟ نه منظورم این نبود، منظورم اینه که فقط هنوز چیزی معلوم نیست، یه وکیل خوب برات میگیرم، تو فقط نگران نباش. نگران نیستم، خیلی وقته که دیگه نگران هیچی نیستم، به خاطر که یکیو دارم که پشتم همیشه هست، برخلاف بقیه که هیچ وقت نیستم.
اصلا شایان که نیست، ما ستاییم دیگه. این دختره حیثیت ما رو برده، اون انگوش نشون کرده. راستی تازگی ها خون دماغ میشی دیگه به ما نمیگی نه؟ آقا دستتون بنداز معتب باش. اگه یه روز از اون رمونده باشه به هر زهرمون به تو میرسم. فعلا که اینجا همه چیز بر علیه لیلاست. تا دیروز اسم لیلا میومد از حسادت میترکیدی. حداقل عاشق میمونه یه دوزار دشتی گیرت گرفت. هر طوری شده زهرمون به تو میرسم.